دوران دانشجویی در دهه 30 در حال همجور که اشاره شد بین سالهای 26 تا 30 دوران دانشجویی دانش فنی بودن. خب این دوره حساسی است در شکل‌گیری شخصیت من مونیفر. حالا علاوه بر اون زمینه های خانوادگی، من این بخش رو بیشتر میخوام باز بکنم که شاید عبرتی باشه برای حالا در این جلسه با نسل جوان کمتر هستند، ولی پیام به خصوص برای نسل جوان هست. شخصیت های مشابه مهندس مونیفر اگر بخوام فقط اشاره بکنیم، باید نام بریم از هم دوره هاشون. در حال آقای مهندس صحابی، آقای دکتر چمران، دکتر یزدی، این نسلی که در حال در این دوران آموزش دیدن به لحاظ ایمانی، اخلاقی و اون مبانی که در واقع شخصیت اجتماعیشون شکل گرفته، جوریست که همین افراد رو اگه شما زندگی نامشون دنبال بکنید ببینید که شرایط بسیار متفاوتی داشتن. شما ببینید دکتر یزدی یه جور هست، مهندس صحابی یه جور هست، دکتر چمران یه جور هست، مهندس مونیفر یه جور هست، مهندس کتبی یه جور دیگه هست، اما همه در راستای همون نگاه راهبردی که تربیت شدن راه رو ادامه دادن و هیچگاه زانو نزدن. چگونه ما میتوانیم نسل رو تربیت بکنیم که این چنین باشن؟ با توجه به این که گفته شد آقای مهندس مونیفر یکی از بنیانگذاران انجمن اسلامی مهندسین هستن، انجمن اسلامی مهندسین در چه شرایطی تأسیس میشه؟ در خاطرات آقای مهندس صحابی هست، خاطرات خود آقای مهندس بازرگان هست که بعد از کودتای 28 مرداد و بسته شدن فضای سیاسی و تشکیل نهضت مقاومت ملی، خب همه یاد داریم یا مطالعه کردیم که شخصیت‌های مثل مهندس بازرگان، دکتر صحابی، آیت الله طالقانی و جمعی از تربیت شدگان اونها که در دهه 30 تربیت شده بودند، در کنار شخصیت‌های مثل آیت الله سیدزاد زنجانی و جمعی از شخصیت‌های جبهه ملی نهضت مقاومت تشکیل می‌دادن که در مقابل کودتا بایستند و جلوی مشروعیت نظام کودتا رو بگیرن. خب این نهضت مقاومت ملی از سال 32 سالش آغاز می‌کنه. در سال 34 به تدریج اینا بازداشت میشن و شاه سختی به وجود میاد. در خاطرات من صحابی خیلی جزئیات آمده، خود من صحابی و من بازرگان در زندان با هم دیگه بودن. من بازرگان یه سوال مطرح میکنه، چرا ما بعد از کودتای 28 مرداد و در نهضت مقاومت ملی نتوانستیم کار مفید جمعی انجام بدیم و بیشتر خصوصیات فردی و شخصیتی افراد مطرح بوده؟ چه مشکل اجتماعی ما داریم که با یه چنین چالشی ما روبرو هستیم؟ خب از زندان که مهندس بازرگان آزاد میشن، برای پاسخ به این نیاز راهبردی جامعه که وقتی میخواد این فرایند طی بشه، حالا شاید همینجا اشاره بکنم فرایندی که مهندس بازرگان مورد نظرش هست همون فرایندی که بعد از شهریور 20 آغاز میکنن، یعنی باز شدن فضای سیاسی در کنار طالقانی و دکتر صحابی و تجربه که از انقلاب مشروطه داشتن، حالا دوران دو دهه رضاخان رو دنبال کردن، دوران استبداد اونجا رو، در حال دو عامل توسعه نیافتگی در ایران در حال تشخیص داده بودن. یکی استبداد 2500 ساله، استبداد سیاسی است که خب در خاطراتشون آمده، یکی هم اصلاحات دینی. در حال اصلاحات دینی که در واقع همین خرافاتی که در جامعه ما هست یکی از موانع توسعه بود، که اون موقع بعض بازگشت به قرآن مطرح شده که خب در آثارشون کاملا مشهوده. کودتای 28 مرداد و تجربه دوران نهضت مقاومت ملی، خب مهندس بازرگان برای که اون نگاه رو دنبال بکنن دو تا کار انجام دادن. گام اول یک نهادی تشکیل دادن تحت عنوان متا، مکتب تربیتی اجتماعی عملی. این متا کاملا خصوصی بود تا حالا اردیبهشت سال 58 که مرحوم متعلی ترور شدن، اون موقع در واقع یه نوع رونمایی شد، بقیه متوجه شدن که ایشون از اون جلسه از منزل آقای دکتر صحابی اومدن.
حتی نزدیکترین دوستانم از اون حلقه ای که در حال متها رو دنبال میکردن آگاه نبودن. ولی بازرگان شخصیت های کلیدی اجتماعی رو در واقع برای متها انتخاب کردن، مثل مرحوم مطهری ارتباط با حوزه، مثل مرحوم حاج کاظم‌های هاشترخانی از بازاریان توانمند در امور اجتماعی و نهادهای مدنی، مثل مرحوم احمد آرام شخصیت فریخته آکادمی، شخصیت مثل دکتر کاظم یزدی، حالا مهندس صحابی، دکتر ابراهیم یزدی و افراد دیگه در این زمینه که در خاطرات آقای دکتر یزدی تمام اسامی و تمام سوابق آمده. یکی از تصمیماتی که متها میگیره میگه ما راه حل اون تشکیل نهادهای مدنی است. قبل از اینکه افراد وارد عرصه سیاسی بشن، ابتدا باید در نهادهای مدنی وارد بشن تا اون خصوصیات فرهنگ استعدادی که فردگرایی است و نداشتن روی کار جمعی است بتوانه در حال اصلاح بشه. نهاد در سال 35 تشکیل میشه. اولین نهادی که تشکیل میشه انجمن اصلاح مهندسین است. هیئت مدیره و هیئت مؤسس رو که از اسناد استخراج کردم خدمتتون ارائه میکنم که ببینید چه شخصیت هایی در پایگذاری انجمن اصلاح مهندسین نقش ابتدایی داشتن. البته متعاقبش انجمن اصلاح پزشکان هست، انجمن اسلامی معلمان، بانوان و حتی نهادهای مدنی دیگه مثل شرکت انتشار که از هم سال 38 تشکیل میشه و حتی نهادهای اقتصادی. خب این نکته بسیار آموزنده است. اگر انجمن اسلامی مهندسین تشکیل شده در راستای یک نگاه راهبردی بوده و که حالا خوشبختانه بعد از 6 دهه امروز ما در همین فضای انجمن اصلاح مهندسین یاد اون پیشگامان رو گیاه می‌داریم. بنیانگذاران انجمن اصلاح مهندسین مهدی بازرگان، احمد رئیس روحانی، منوچهر سالور، یدالله صحابی، یوسف طاهری قزوینی، علی اصغر لواسانی، علی اکبر معین‌فر، جهانگیر مهدی مینا. اولین جلسات انجمن اصلاح مهندسین یکی از بنیانگذاران پیشنهاد می‌کنند که ما در فضای در حال اقتصادی و تولید جامعه با یک چالش رو هستیم. هم موقعی بود که در واقع صنایع در داخل ایران جان شد، هم ما کارگر ساده داشتیم، هم مهندسینی که در حال در دانشگاه تربیت شده بودن، یک قشر توانمندی که خلای بین کارگر ساده و مهندس پرکنه در جای ما وجود نداشت. با پیشنهاد آقای مهندس سوهانی در حال زمینه های تأسیس شرکت کارآموز فراهم میشه. از سال 37 پیگیری مستمری در هم بنیانگذاران انجمن انجام میدن که تا سال 41 شرکت کارآموز به صورت رسمی ثبت میشه. خود من هم در حال این توفیق داشتم که در حال علاوه بر دوران به حال دانشجویی بین سال 36 تا 40 که در حال در انجمن دانشجویان بودم و در سال 40 که افتخار عضویت در انجام مهندسی داشتم که برای ادامه تحصیل به خارج رفته بودم، من سال 46 برگشتم به ایران. دقیقاً همون موقعی بود که مهندس بازرگانم از زندان آزاد شده بودن. از همون سال 46 خود من چراتی بودم که هم مهندس بازرگان هم خود بنده دیگه امکان فعالیت سیاسی در اون شاد نداشتیم. تمرکز ما بر همکاری با همین نهادهای مدنی و شرکت کارآموز بود. شما هیئت مدیره کارآموز نگاه کنید، عمدتاً حالا من خلاصه میخوام عرض بکنم، هیئت مدیره عموماً آقای مهندس معین‌فر بودن، مهندس کتیبه‌ای بودن، مهندس یوسف طاهری بودن، حالا آقای مهندس سباقیان، حالا یاد ایشون هم گرامی بداریم که انشاءالله سلامت باشن، خود بنده. در حال در دوران زیادی تا شاید قبل از انقلاب ما در واقع هیئت مدیره شرکت کارآموز کوشش کردیم راه رو ادامه بدیم. حالا داستان شرکت کارآموز خیلی مفصله، من نمیخوام به این فرصت بگیرم. به حال شخصیت های مثل مهندس معین‌فر، مثل مهندس کتیبه‌ای، مثل یوسف طاهری و اعضای انجمن مهندسین در شرکت کارآموز نقش بسیار موثری داشتن که خب فرصت نیاز داره که جداگانه مطرح بشه. این مقدمه رو عرض کردم که در حال این پیشگامان که ما این جلساتی که برای بزرگداشت در واقع مهندس معین‌فر بریم برگزار میکنیم، مهندس معین‌فر و همراهان ایشون در طول در حال این 6-7 دهه گذشته نقش موثری در ابعاد مختلف داشتن.
ابعاد مختلف که دوستان توضیح دادن، هم در رشته تخصصی خودشون، هم در زمینه‌های فرهنگی اجتماعی. من در زمین سیاسی هم فقط اشاره بکنم که جا داره که در حال اون بخش هم گفته بشه در اینجا. من مهمفر هیچگاه رسمن به خاطر حالا ملاحظاتی که داشت جداگانه و گفته بشه عضویت نهضت آزادی نداشتن، اما همواره به لحاظ مواضع هماهنگ بودن با مانس بازرگان و یاران نهضت آزادی ایران و در نهادهای مدنی همیشه مشارکت داشتن. بعد از درگذشت مانس بازرگان در سال 74 نهایی تشکیل میشه تحت عنوان جمعیت تلاشگران تأمین آزادی انتخابات. ملاحظه فهمید سال 74 است. آقای مانس مهمفر یکی از مؤسسین این نهاد هستند. البته در کنارشون مانس کتیوه هست، دکتر یزدی هست و جمعی دیگر دوستان هم هستن. اصلا تاریخ نگاه بکنید میبینید که این نهاد بین سالهای 74 تا 76 نقش مؤثری در تحولات اجتماعی دارن، هم در انتخابات مجلس پنجم، هم در انتخاب دوم خرداد و انتخاب آقای خاتمی. خود آقای مانس مهمفر در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 نامزد میشن، در کنار دو نفر دیگر نامزدان یعنی آقای دکتر یزدی و آقای مهدی صحابی، و طبق معمول این سه نفر هم دفعه رد شاهد میشن. اما نگاهی که این بزرگان داشتن شخصی نبود. وقتی که آقای خاتمی در حال برنامه توسعه سیاسی میدن، در حال رأی در حال ابتدا میگفتن رأی سفید اعتراض بدیم، اما بعدن عموماً به آقای خاتمی رأی دادن. ببینید بعد از انقلاب خب دوستان اشاره کردن در شورای انقلاب، در وزارت نفت که توضیح دادن که نقش موثری داشتن، در انتخابات مجلس اول ببینید ایشون در شهر تهران نفر چهارم شدن، مانس بازرگان نفر سوم بودن. خیلی مهمه جایگاه اجتماعی مانس مهمفر در انتخابات مجلس اول که شاید تنها انتخابات آزادی بوده که بعد از انقلاب انجام شده و نتیجهش بوده که در حال لیست همنام تعداد زیادی وارد مجلس شدن. حالا نقش موثری که در ابعاد مختلف به خصوص ایستادگی که در بعضی از تصمیمات از جمله در ارتباط با آقای بنی‌صدر میستن و تنها کسی هستن که رأی مخالف میدن. خب این خیلی مهمه نگاه راهبردی که شخصیت های مثل مهندس مهمفر دارن در مجلس میستن. بذارید من آخرین خاطرات هم از مهندس مهمفر بگم. بذارید یک کمی عقب‌تر بریم. من این افتخار داشتم که از همون سالهای 46 که به ایران برگشتم در یک که در حال هم ممنون خروج شدم هم ممنون استخدام در یک مجلس مشاور کار میکردم، به عنوان کارشناس در اون مجلس مشاور با سازمان برنامه ارتباط داشتم. بنابراین ارتباط کارشناسی بنده در همون سازمان برنامه است. بعدم به عنوان مشاور در تدوین آیین‌نامه‌های سازمان برنامه در دفتر فنشاد برنامه همکاری داشتم. همونطور که بعضی دوستان اشاره کردند، واقعا در این مدتی که در حال تا سال 57 در سازمان برنامه بودن، اخلاق و مدیریت و قاطعیتی که در تمام مقاطع نشون میدادن در تصمیمات الگو بودن به لحاظ مدیریت. اینو خواستم عرض کنم در اون بخش. اما بعد از درگذشت مهندس بازرگان و به خصوص سالهای بعد از درگذشت حتی دکتر یزدی، من ارتباط بسیار نزدیکی داشتم در آپارتمانی که در بودن. تمام مسائل سیاسی روز رو دنبال می‌کردن، تمام بیانیه‌ها رخدادها به روز بودن و علاقمند بودن. در جلساتی که من حضور داشتم از نظرات مشورتیشون استفاده می‌کردم. بنابراین یک چنین شخصیتی که ببینید هم به لحاظ اخلاقی هم به لحاظ فعالیت‌های اجتماعی در زمین‌های مختلف ایستادن و به وظایف ایمانیشون و اخلاقیشون عمل کردن، اینها برای جامعه امروز ما و نسل جوان ما می‌توانه بسیار الگو باشن، آموزنده باشن و باید در حال ما این سوابق رو در واقع حالا به صورت‌های مختلف در اختیار جامعه قرار بدیم، بپذیریم که تداوم راه بازرگان‌ها داشتن روحیه کار جمعی است. بدون راه روحیه کار جمعی و کار جمعی امکان نداره ما بتوانیم از بحران ها عبور بکنیم. این درسی است که مهندس مهمفرها، بازرگانها و این پیشگامان به جامعه امروز ما میده و باید همه ما از این پیشگامان درس بگیریم، عبرت بگیریم. با تمام چالش هایی که جامعه ما داره، تنها راه حل این است که همه در کنار هم قرار بگیرن،
در راستای منافع ملی بتواند از این چالش ها عبور بکنند. انشاءالله این نوع جلسات بزرگداشت بتوانه برای جامعه امروز ما درس و عبرت به آموزنده باشه و جامعه ما بتوانه انشاءالله از چالش هایی که داره عبور بکنه. من تشکر میکنم مجددا، انشاءالله که در حال روحشون شاد باشه. ما همواره باید برای این بزرگان طلب آموزش و مغفرت بکنیم. انشاءالله ما هم بتوانیم در واقع تجربه اونها استفاده کنیم و راه اونها رو ادامه بدیم. تشکر میکنم.